امیر عبداللهیان در نشست خبری روز دوشنبه در توکیو گفت که ما هیچ پهپادی رو برای استفاده رژیم در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم و تلاش تهران بر گفتگو و یافتن راهکار سیاسی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین متمرکزه. در مقابل هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا قطعا مدارکی توی این زمینه ارائه کرده. همراه میشیم با دکتر شاهین توتونچی، مدیر و مهندس ارتش ارشد کمپانی لایتس آمریکا. ضمن خوش آمد به شما آقای توتونچی، ارزیابیتون در مورد نقش رژیم تو جنگ اوکراین چیه؟ بله، این سوال که وزیر خارجه رژیم ولایت فقیه در توکیو بیان کردین دروغ واضح که همیشه این رژیم این دروغ ها رو گفته و به یه شکلی از زیر اون در رفته و به قول معروف هیچ کس به اون شکل حرفی نمیزنه در مقابل دروغ های این رژیم. این یکی از نمونه های همون دروغ های هستش که به قدری واضح هستش که لازم به کار زیادی نیستش. ولی اینکه چرا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اومد و اینو به اصطلاح رد کردش و گفتش که دلایل و شواهد بسیاری هستش که رژیم در جنگ اوکراین داره شرکت میکنه و با پهپاداش داره مردم بیگناه رو داره میکشه. دلیل این موضوع در عرف دیپلماتیک اگر شکافی بین به اصطلاح کسانی که با هم دیگه یکی هستن، در این مورد غرب به شکل عام خودش و ژاپن هم جزء به کشورهای صنعتی هستش، وقتی که با هم دیگه شکافی دارن، اختلاف نظری دارن، این حرفا زیاد هم چین پرزور نمیان جلو، به قول معروف حرفو همچین به این شکل نمیزنن. ولی وقتی شکافی وجود نداره و در رابطه با این موضوع به خصوص همونطور که در مورد اوکراین هستش، هیچ گونه شکافی بین اروپا و آمریکا یا بین دموکرات و جمهوری خواه این حرفا نیستش، خب اون موقع خیلی صراحتا صحبت میکنن. ولی فعلا واقع این نمونه که شما دارین میگین حاکی از همین هستش که هیچ گونه شکافی وجود نداره. و اما اینکه چرا اصلا رژیم ولایت فقیه وارد یک چنین جریانی شده، وارد جنگ روسیه با اوکراین شده، و اون برمیگرده به شرایط رژیم و شرایطی که رژیم واقعا ایزوله هستش و هیچ کسی رو توی دنیا نداره و به اصطلاح تنها راهی که داره این که به اصطلاح دنبال روسیه باشه و روسیه به اصطلاح هواشو داشته باشه توی موقعیت‌های گوناگونی که اگر روسیه دنبالش حمایتش نکنه توی سازمان ملل و غیره، رژیم واقعا در یک مخبصه بسیار زیادی هستش. یعنی از یک جهت رژیم واقعا چاره‌ای هم نداره جز این که خودشو وارد این مسئله کنه، که خب البته این انواع اقسام به اصطلاح اختلافات رو در داخل خود رژیم میندازه و نمونه هاشو دیدیم. ولی از جهت دیگه که خیلی مهم هستش این هستش که مقاومت ایران همواره گفته که این رژیم یک خطری هستش برای صلح جهانی. این یک ادعا، فقط یک ادعا نیستش. حتی در مورد همین موضوع به خصوص پهپادها، من به خاطر دارم یکی دو سال پیش بود، خاطرم نیست که دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا یک جزوه ای رو بیرون داد، یک کتابی رو بیرون داد که به دقت تمامی این برنامه ها رو افشا کرده بود و گفته بودش که چگونه رژیم با استفاده از این پهپادات عملا داره صلح در اون موقع منطقه‌ای بودش، عربستان و توی خلیج فارس غیره بود، ولی در مجموع یک شیوه هستش که بتونه به صورت دنیا رو به هم بریزه، صورت جهانی رو مختل کنه. و همون شد که شد دیگه، همین پهدادایی که دارن و الان به عنوان چیز کاماکازی و خودکشی بمب پرش میکنن و میزنن به مدرسه و بیمارستان و غیره و غیره که
مردم بیگناه در اون هستن. یعنی اینکه حرف‌های مقاومت که مردم ایران حق سرنگونی این رژیم رو دارن و در ضمن این رژیم عامل بی‌ثباتی و جنگ در دنیا هستش، گسترش بنیادگرایی یا غیره، یک حرفای مندرآوری نیست. اینا واقعیه، اینا در عمل دیده میشه و این هم یکی دیگر از نمونه های همین ها هستش که فی الواقع ما داریم میبینیم نتیجه شو. بله، با تشکر از دکتر شاهین توتونچی، مدیر و مهندس ارشد کمپانی لایتس آمریکا.